از دهه 40 مستقیم همراه و همکار کشاورزان، عمری را به کار تحقیق و ترویج فنون کشاورزی و دامپروری سپری کردم. بسیار تلاشگرانی را سراغ دارم که با رعایت نکات فنی و علم روز نشان دادند در کشور ما ظرفیت بالایی در افزایش عملکرد تولید محصولات وجود دارد. قهرمانان زیادی را می شناسم که پیوسته در کار تولید غذای مردم جلودار بودند. همواره دانستن رمز و راز موفقیت آنان ذهنم را به خود مشغول کرده. سفر را آغاز می کنم. به دیدار مردمانی می روم که با همت و تلاش پیگیر زمین خدا را آباد کردند. گنجهای خدا شدند در زمین، همانان که در روزگار خود پیش گامند. بنده محمد مهدی برومند هستم، متولد نیشابور و تحصیلات پایم توی خود نیشابور بودم از ابتدایی تا دیپلم. رشته تحصیلیم رشته صنایع اتومبیل بودم، ماشین‌آلات. بعد از به اصطلاح تو ایجاد سازندگی تو قسمت ماشین‌آلات اونجا مشغول به خدمت بودم. زمینی رو داشتیم که به اصطلاح زمین آبا اجدادی بود، میخواستم مختصر کاری رو انجام بدم و خودم اینو به اصطلاح ارتقاش بدم و توسعش بدم، ولی بعد تحصیلات اتفاق افتاد و ما هم از این موضوع استقبال کردیم و درگیر مسائل به قول معروف در ابعاد بزرگتر گلخانه به اصطلاح گل روز شدیم. خدمتتون عرضم که ما یک سری باکس‌های رو آماده کردیم، آماده برای به اصطلاح مواقع ضرورت و اورژانسی در واقع، که احیانا اگه اتفاقی برای به اصطلاح به قول معروف بستری که اینجا هست بیفته بتونیم سریع جایگزین کنیم. خدمتتون عرضم اونجور که به اصطلاح شاهد هستین و می‌بینین کاملا بستر آماده است، آماده به اصطلاح کاش محتویاتش هم پرلیت و کوکوپیت. پرلیت یک ماده معدنیه که ارزم بوده واسهتون برای به اصطلاح وجودش، به خاطر به اصطلاح این در نظر گرفتن که میشه جلبگ نزد با ترفندای، ولی کوکوپید و کوکوپید هم که دارن قاطی کردن به خاطر خود استقرار به اصطلاح با قول معروف بوته و پایه‌ای که به اصطلاح در اینجا ممکنه کاشته بشه که بتونه خودشو با این بافت کنه، مش کنه، در هم درگیر بشن، ریشه هاش به صورت با این درگیر بشه که در محل به صورت مستقر بشه، چون خاک که نیستش که نگه دارنده باشه، اینا سبکه، اگه دقت کرده بشین سبکه و مجبوره که از این کوکوپید استفاده بشه که بتونن به صورت ریشه و گیاه خودشونو با این به صورت با قول معروف مستقر کنن. باکسر هم که مشاهده میفرمایین ابعادش عرضم بزرگ بسرتون در 45 در 1 متره و عمقش هم حدوداً 30 35 معمولا، البته بیشتر هم میگیرن، ولی یک شده معمولش که به اصطلاح هست عمقش رو یه قدر نظر میگیرن، چون بیشتر از این هم نیازی نیست. و در به اصطلاح به قول معروف این بوته ها رو به خدمتتون عرض کنم که حدودا 3 انگشت از این طرف 3 انگشت از این طرف در اینجا اولین بوته کاشته میشه و اطرافش رو محکم میکنن. این اولین بوته بود که خدمتتون عرض کردم در این ردیف کاشته میشه، تا انتها به اصطلاح باید 6 تا یا 7 تا بکاریم. میان این سمت هم به اصطلاح 3 تا انگشت این طرف، 3 تا انگشت این طرف، اولین محل استقرار
محل استقرار این بوته اینجا خواهد بود. در همین ردیف هم عرضم به حضور وسعتون 6 تا باید کاشته بشه، بین 6 تا 7 تا دیگه، حالا بستگی به ظرفیت اون مجموعه داره که در چه اتفاقی خواهد افتاد. خدمتتون عرضم این بستر که میبینین آماده شده برای آمادگی بیشتر و برای به صورت قرص گیاه. خدمتتون عرضم که باید حداقل 2-3-4 بار این شسته بشه. خب این شسته شدن یعنی چی؟ یعنی این که اگه شوری در این بستر وجود داره، این شوری و اون مواد به صورت آهکی یا هر چیزی که به صورت زائد هست و مانع از رشد گیاه میشه را از با این شستن پر آب در واقع شلنگ میگیرن، کاملا میشورن که از زیرش آب به صورت اونقدر بیاد که زلال بشه، اون وقت آماده برای کش خواهد بود. بستر آماده است که کار انجام بشه روش. یکی از مزایای دیگه به قول معروف بس هیدروفونیک، کشت هیدروفونیک، موادیه که در بسترهای کش ازش استفاده میکنیم. موادی که توی بسترها داریم استفاده میکنیم پرلیته که یک ماده معدنی است. کوکوپید هستش که به اصطلاح محصولی از پوست نارگیل و اینا در یک کارخانه هایی که کاملا روی اینا به قول معروف تسلط دارن و مدیریت میکنن، اجزای به اصطلاح نامناسب، نمیدونم چیزهای غیر مثل علف هرز یا اشکالات یا آفات اگه داره، اینا رو ضد عفونی میکنن. اینا رو در بسته‌بندی های به اصطلاح آن کادر شده و مرتب و تمیز میدن به مصرف کننده، وارد بازار میکنن. خود پرلیت هم خب یک ماده معدنی که اصلا وجود نمیدونم ارزم بزرگ بسطر از کارخانه که اینا رو تولید میکنن اصلا آری از هر گونه آفت و به اصطلاح حشره، مگه که بیاریم اینجا در یک مکان خواسته بشیم اینا رو میخوایم با هم ترکیب کنیم که بستر رو به اصطلاح آماده کنیم، فضای به اصطلاح برای خودمون درست کنیم که آلوده است، که اون فضا رو نباید ایجاد بکنیم. و الا به عبارت اینا رو وقتی که در یک فضای مناسب و غیر آری از هر گونه به اصطلاح آفتی به اصطلاح مخلوط کنیم و وارد بستر کنیم، اصلا هیچ گونه علف هرزی رو نخواهیم داشت. اصلا علف هرز در گلخانه های هیدروپونیک یک چیز به اصطلاح به قول معروف که نباید باشه و اتفاق هم نمیفته در واقع، مگه همونجور که خدمتون عرض کردم بستر یا مکانی رو به اصطلاح ما در نظر گرفته باشیم برای مخلوط کردن که اونجا مشکل به اصطلاح چیز داشته باشه، علف هرز داشته باشه و وارد این مجموعه بشه، والا از کارخانه وقت میاد یا از یک جایی که به اصطلاح اینا رو بسته‌بندی کردن میاد، اصلا بس علف هرز و آفت در بین اینها نخواهد بود. در میان تعریف میکنن که در هر متر مربع در واقع چقدر باید گل کاشته بشه. ما تو 3000 متر رو طبق استاندارد و تعریفی که براش شده یک شید دوروبر 21 پایه یا قلمه باید به صورت در بستر کشتمون قرار میده، در بستر کشت که در لاین‌هایی که تعریف شده بود در این مساحت داشته باشه. عرضم به حضورتون که بستر کشت ما در باکس‌های یک متری، یک متر در 40 سانت در واقع که در دو ردیف کاشته میشه، در هر ردیف هم بین 6 تا 7 تا پایه میتونه گذاشته بشه. ارتفاع این به اصطلاح بستر تا سطح زمین تعریف شده است، یک چیز دوروبر عرضم بزرگ بساتون بین 1 متر 1 متر و 10 20 در نظر میگیرن که در یک به اصطلاح عرضم بزرگ بساتون قد متوسطی بتونه اونجا کنار بستر وایسته و به اصطلاح عملیات حالا تمیز کردن بستر هست، نمیدونم چیدن شاخه هست، بتونه با یک حد مثلا قد 1.60-1.70 به عبارتی بتونه کار انجام بده. فاصله بین لاینای هم حدوداً عرضم بزرگ با ساعت بزرگوارتون بازم 1 متر. این 1 متر به خاطر اینه که ما در اون داخل اونجا به راحتی بتونیم تردد کنیم و گلی رو که به اصطلاح بریده میشه عرضم بزرگ و ساعت بزرگوارتون در ظرفایی که یا عرابه هایی که با قول معروف میتونیم بذاریم در بین اونا حرکت کنیم، حداقل به اصطلاح محل تردد داشته باشه. خود گلخانه اصلا فلسفهش وجود به اصطلاح جلوگیری از
مصرف آبه. هیدروپونیک به خاطر که در همه سطح و در نیاز آب گیاه رو در همون جایی که هستش رو میتونه به اصطلاح بهش برسونه. در واقع شما توی غرب به اصطلاح به قول معروف خواسته باشین در یک فضای باز این آبیاری رو انجام بدین با این مساحت، اگه به قول معروف این تسطیح نشده باشه و تراز نشده باشه و تازه تراز اینا هم که شده باشه، تا آب خواسته باشه از این طرف مزرعه برسه به اون طرف مزرعه که همه باید آب بگیره که گیاه بهش دست آب دسترسی داشته باشه، میبینین شاید چندین برابر، مثلا 5-6 برابر آبی رو که تو این مساحت ما داریم با توی گلخونه هیدروپونیک استفاده میکنیم در یک مزرعه به اصطلاح با روش‌های سنتی و نمیدونم غرقابی مصرف آب داریم. در واقع تانکرهایی که پشت سر من دارن مشاهده میفرمایین تانکرهای دپوی آب هستش. اینا رو عمدن گذاشتیم به خاطر ضرورت کار. آب رو سعی میکنیم ارزم بزرگ و سایت بزرگوارتون مقدار رو داشته باشیم، حداقل برای یک روز رو اینجا آماده برای به اصطلاح آماده سازی به اصطلاح آب داشته باشیم. حتی اگه برق هم میره ما مشکل نداشته باشیم برای پمپاژ کردن از داخل استخر به اینجا. اینجا آماده هست، همینجا همین رو تبدیل به مواد غذاییش میکنیم. تابلویی که به اصطلاح دارین میبینین تابلویی که مربوط به مبحث آبیاری هیدروپونیک هست که طرح زمانبندی رو از این کانال که متصل به قسمت اتوماسیون هست به اصطلاح انجام میشه. در واقع این قسمت هم به اصطلاح ارتباط داره همونجور که اشاره کردم به زمان به اصطلاح آبیاریمون. این زمان آبیاری مربوط به فصول مختلف سال میشه، مثل تابستان مثل زمستان. خب زمستان آب کمتری خواهد بود، تابستان آب بیشتری خواهد بود. علتش هم وجود به اصطلاح به قول من رطوبت اضافه در زمستان هست که زمان کوتاه‌تر میشه و یا به قول من تعداد دفعات آبیاریمون کمتر میشه. در واقع سیستم هیدروپونیک چندین مزایای مختلف داره، ولی اصلی ترین مزیتی که سیستم هیدروپونیک نسبت به سیستم‌های دیگه متمایز میکنه استفاده از پساب در این روشه. حالا پساب چیه؟ در ابتدا وقتی که به وسیله سیستم آبیاری و آبی که هدایت میشه به سمت بوته ها میاد و به بستر گیاه میرسه و اون مازاد کودی که داخل سیستم و داخل بستر وجود داره، اون مازاد کود باید سریعا از بستر خارج بشه. چرا؟ وقتی که از داخل بستر بمونه باعث شور شدن بستر و قلیایی شدن بستر میشه و این باعث فساد ریشه و از بین رفتن ریشه میشه و برای همین دلیل ما باید سریعا این آب از بستر، حالا به وسیله آبشویی یا هر روش دیگه، خارج کنیم. حالا وقتی که این آب از بستر کش خارج میشه میاد به وسیله یک سری زهکش که این پایین هستش زیر بستر کش قرار میدن که این به نوبه هر گلخونه دار و هر کسی به نوبه خودش میتونه به وسیله هر ماده، حالا هر جور که خودش دوست داره، روش رو ابداع کنه که این پسابو هدایت کنه به مخزن اصلی که تمام این مازاد آب و مواد عالی که از بستر خارج میشه رو هدایت کنه به مخزن اصلی که اونجا با سه فرآیند جدید که این فرآیند مهمیه تو روش هیدروپونیک که پسابو از دوباره ما بتونیم به سیستم برگردونیم و از نظر اقتصادی خیلی صرفه‌جویی کنیم در مصرف آب و خیلی چیزهای دیگه و از کودش بتونیم استفاده کنیم، میتونه خود هر گلخونه داری به روش خودش این کار انجام بده. حالا ما اینجا اومدیم به وسیله لوله های پولیکا از وسط نصفشون کردیم و زیر بستر کش قرار دادیم. به وسیله این زانوهایی که شما اینجا تو تصویر میبینید همه رو به هم متصل کردیم و شیب گلخونه رو طوری تنظیم کردیم که تمام این پساب وقتی که از خارج شد از بستر مستقیما میره داخل این لوله‌های پولیکا و هدایت میشه به سمت مخزنی که اونجا باز از اونجا به وسیله پمپای کفکش ما میره به سمت تصفیه آب. این قسمت هم به صورت تهیه مواد غذایی است. کود رو به صورت در اینجا مخلوط میکنیم بنا به وضعیتی که داره. کود هم معمولاً در هر 1000 لیتر یک در 1000 ازش استفاده میشه که ما با نسبت یک در 1000 NPK ها رو مجبوریم به اصطلاح به قول معروف در طی روز باش استفاده کنیم، مثل نیترات پتاسیم، مونوپتاسیم فسفات، نیترات کلسیم، C20، 12-12-36، اینا یا میکروها، اینا ماکرو بودن، میکرو هم که مربوط به همه قضیه هست، مخلوط میکنیم و وارد تانکرها میکنیم و برای به اصطلاح یک روز آماده سازی مواد غذایی رو انجام میدیم.
آرام برزن تا دستشید میشه. خب حالا این مونوفوسفات پتاسیم بذار سر جاش، از اون نیترات پتاس برداره، نیترات پتاسیم برداره، نیترات پتاسیم از این 5 کیلو گیرم 5ش کن تا 10 کیلو پرش کن. خب های قدم کنی بیزمت از تو کلات منیزی مردن بیار و اندازه کیلی که به تو داخل اونجا هست یک از اون بردارین. ها یک کیل پرش کن همارو، یک کیل پرش کن، عیب نداره پرش کن. بریزین داخل. خب بس بس خب عرضم به حضورت که عزیز حلات روی با ما کیل بردارین یک بزمه تا این پرش کن بریز دو. آی مجدی بزمه در ما سلفات مثل بردارین یک سرقاشق به داخل مواد غذایی بریز. تغذیه که برای به اصطلاح گلخانه هیدروپونیک هست معمولاً از کودهای NPK استفاده میکنن. توی کودهای NPK هم ماکرو هستش و هم میکروش. به اصطلاح میکرو شامل به اصطلاح روی و منگنز و منیزیوم و ارزم بزرگ و سطح بزرگوارتون آهن و ایناست و ارزم بزرگ که ماکرو هاش هم که مثل فسفور و پتاس و نیتروژن در واقع. این که برنامه غذایی توی گلخانه هیدروپونیک بشه سبکوسی یا خرس و چجوری باید به سوی اعمال بشه، خود به اصطلاح گلی رو که از هر شرکتی که شما میخرین دستور غذایی رو میدن، ولی میتونه گلخانه دار بر اساس شرایط جبی و با معروف آب و هوایی که در اونجا حاکم هست اینو به اون برسه که چی چیزی رو لازمه بده، چی چیزی رو لازم هست نده و چه مقدار بده و چه مقدار نده. در واقع خب یه گلخانه داری که به اصطلاح وارد هست هم میتونه این کارو بکنه. کسی که با نگاه کردن به ساقه، به هد گل، به برگ گل متوجه میشه که آقا نمیدونم پتاسش کمه، فسفرش کمه، نیتروژنش کمه، نمیدونم ارزم بزرگ سطح آهنش کمه، منیزیمش کمه، اینا رو به اصطلاح میدن. دو تا حالت داره، هم از ریشه هم ریشه‌ای میتونن به اصطلاح مواد غذایی رو در اختیار گیاه بذارن، هم به صورت محلول پاشی و هوا. آیه مجدی لطفاً شما برین جای سطل آبیه که من آب باز کنم دارید این داخل. آیه قدن گوی شما ایران ورده با خود آیه مجدی برین بالا. بیزم از اون طرف بایستم آیه مجدی بیزم از من شیر آب رو که باز کردم تو اون خط بالایی که 70-80 لیتر هست و باید ریخته بشه که با مقدار کود ما حل بشه همون قد که شد به من اطلاع بدیم تو شیر آب ببندم. درست شد آقا؟ به اون میزونی که بهت گفتم، به اون خطی که گفتم آیه مجدی حواست باشه 70-80 لیتر بیشتر نباید باشه، در واقع 80 لیتر بیشتر نباید. هر وقت به اونجا رسید به این اطلاع بده که زیر قطع شد. آیا قدم گوی بی زمان سطل کود رو بریزین داخل؟ به صورت تنه به صورت آیه مجدی بی زحمت اون میکسر رو بردار بذار داخل بشکه. خب حالا به هم بزن.
ارزم بود رسطن و محلول پاشی تأثیر آنی و فوری داره. یعنی شما اگه یک کمبودی رو در گیاه مشاهده کردین میتونین به صلاح هوایی بهش بدین. و یک معایبی هم هست در این مورد و در این قضیه، و این اونیم که توی گلخانه ها رطوبت وقتی میره بالا، اگه محلول پاشی هم بکنین رطوبت هم ببرین بالا، معایب مثل به صلاح اون جریان باکتری ها و نمیدونم قارچ هایی که خدمتون عرض کردم دروغی و پودری و غیر ازالک دوچار میشه، که اینم در فصل مثلا توی زمستان این کار رو نمی محلول پاشی نمی کنن. محلول پاشی رو معمولا در یک اوایل روز انجام میدن که تا آخر شب سریع به عبارتی رطوبت رو بتونن کنترل کنن و خارج کنن. معمولا محلول پاشی رو اوایل روز و روزهای آفتابی انجام میدن، و معمولا هم باز در تابستان بیشتر این حرکت مرسوم هست تا در زمستان، و اگه در زمستان خدمتتون عرض کردم قرار باشه انجام بشه روزهای آفتابی. خب خدمتتون عرضم که امروز روز گلچینی است و به اصطلاح بحث گلچیدن رو داریم و نحوه به اصطلاح چیدمان گل رو من خدمتتون خواهم گفت. معمولا تو گل باید حتما هد گل یک مقداری به قول معروف باز باشه که بازار پسند باشه در واقع، و زدن گل هم معمولا از پایین که دارن میزنن وقتی که شاخه اصلی هست دو تا یا سه تا بند بالاتر رو باید در نظر بگیرن. منتهی مرتبه به این مقطع که میرسه معمولا با یکی دو تا به قول معروف به اصطلاح میتونی جمعش کنی و مشکلی به وجود نمیاد، چون وقتی این بلند بشه باید از پایین تر زده بشه. بازم دقت میکنیم برای به اصطلاح هد گلمون در نظر باید داشته باشیم که این به اصطلاح موارد رو دقت کنیم در واقع. گل بعدی همونش که خدمتتون عرض کردم یه دو بند باید بالاتر در نظر داشته باشیم. از موقعی که خدمتتون عرض کنم که کاشت گل صورت میگیره، در بستر قرار میگیره، روز اول تا برسه به گل حدود بین 45 تا 2 ماه. بعض از این 45 تا 2 ماه اصلا کلا به طور مستمر بر اساس به اصطلاح به قول معروف آماری که خود او شرکت مربوطه داده، گفته مثلا این گل نمیدونم نوع سامورایش یا هر چیز دیگه مثل این در طی سال بین 250 تا 350 تا میتونین برداشت کنین، برداشت به اصطلاح به طور کامل همونجور داریم. نمیشه گفتش که در چه زمانی برداشتمون زیاده، در چه زمانی برداشتمون کمه، در چه فصلی میتونیم به اصطلاح برداشت کنیم، در چه فصلی نمیتونیم، چون فضای به اصطلاح مدیریت شده در واقع. میشه هر لحظه و هر روز به عبارت ما برداشت گل داریم. اگه براش اتفاق مثلا از نظر به اصطلاح آفات از برنامه نیفته، همیشه سال، همیشه ایام سال رو ما گل خواهیم داشت. ما توی مجموعه گلخانه گل روز، توی همین مجموعه که با مساحت 3000 متر هست، سه تا کارگر، بین سه تا چهار تا کارگر به اصطلاح کارگر ساده داریم انجام میدن. ارزم بزرگ با ساعت بزرگوارتون یک نفر کاری که به اصطلاح کار اداری رو داره انجام میده. ارزم بزرگ با ساعتتون یک نفر برای دست تأسیسات هستش، و یک نفر هم ارزم بزرگ با ساعتتون اینا که دارم میگم غیر از کارگر ساده حتما باید به اصطلاح تخصص و به اصطلاح تحصیلات عالیه داشته باشن. مثلا فرض کن کسی که میخواد مواد غذایی و سم و نمیدونم جوشیده رو به اصطلاح مدیریت کنه، یک آدم بی سواد نمیتونه دیگه، باید حتما یک آدم متبحر و با تجربه باشه که کار رو انجام بده. در نتیجه یک شیده دوربر بین 7 تا 8 نفر توی مجموعه باید اینجا کار کنن، و ما عرضم به حضور با توجه به اینکه خودمونم تو بازار به صورت دفتری داریم برای ارائه به صورت محصولاتمون به صورت مستقیم، عرضم به حضورتون که اونجا هم حداقل در هر قسمتی به صورت دو نفر اونجا به صورت انبار هستش، دو نفر توی به صورت قسمت فروشمون هستن
یک چیزی دوربر 5 نفرم اونجا هم 5 نفر و 7 نفر حداقل ما بین 12-13 نفر به طور مستقیم داریم به اصطلاح اینجا اشتغال زایی رو انجام دادیم، حداقلش رو دارم عرض میکنم که خواسته باشیم خیلی به اصطلاح با رعایت همه جوانب حداقل باید 12-13 نفر باشه که بتونیم به اصطلاح به قول معروف کارمون انجام بدیم. این مستقیمش. حالا غیر مستقیمش هم کسایی مثل عاملای فروش، کسایی مثل گل فروشی ها و حالا اگه سر چهار راه دقت کرده باشین این افراد میرن گلای رو به اصطلاح ارائه میکنن. خب اینا همه به اصطلاح اشتغال زاییه دیگه در واقع. حالا اونایی هم که سر چهار راه هستن مدیریت میشن توسط شهرداری، ولی خودش یک نوع اشتغال زایی، یعنی اشتغال زایی غیر مستقیم به نظر میرسه که غیر قابل شمارش باشه دیگه. خیلی ها هستن که درگیر میشن در واقع برای این. گلی رو که برداشت میکنیم در یک مسیر قرار میگیره که به قول معروف در طی روز مثلا اگه 100 شاخه برداشت میکنیم اینو سورتش میکنن و عرضم بوده واسهتون در بسته های بیستایی در سایز های مختلف، عرضم بوده واسهت بزرگوارتون مثل ممتاز A, B, C و D و به صلاح بینشان وارد بازار میشه. اگه خواسته باشیم به صلاح همون روز وارد بازارش کنیم. بسته‌بندی میکنن کارگرا و در سلفون میپیچن و بسته‌بندی به این سبک و سیاق میشه. اینا رو تو سردخانه میزنن. اگه اون روز وارد بازار نشه روز بعدش حتما وارد بازار خواهند شد، مگه که مسائل خاصی وجود داشته باشه مثل ایام به اصطلاح به قول معروف شهادت و از این برنامه. والا ما گل رو میبایست هر روز به اصطلاح بسته‌بندی کنیم. اگه اون روز نشد روز بعد رو حتما ما وارد بازار کنیم، چون اگه در سردخانه نگهداری بشه روی به اصطلاح کیفیت گل هم تاثیرگذار خواهد بود. در واقع من این بحث تعاون رو در واقع و همکاری خانواده رو به نظرم از خیلی قبل تو ذهنم بود. در واقع من توی خانواده پرجمعیت به اصطلاح رشد نمو داشتم. مثلا فرزند پدر مادر و 5-6 تا برادر بود. همیشه به خودم میگفتم که چرا پدر ما نمیاد از این همه نیرویی که توی خونه هستش استفاده کنه و یک کار به اصطلاح تولیدی انجام بده. یک خانواده بتونن همدیگر قبول کنن و باور کنن میتونن هر کاری رو به اصطلاح کار ناشدی رو انجامش بدن. منم مستثنا از این قضیه نبودم. حقیقتا اگه همسرم نبود، اگه پسرم نبود میتونستم کار انجام بدم، ولی کاری رو که مثلا فرض کنین اگه میخواد با سرعت 10 کیلومتر در ساعت خودم انجام بدم الان 3 برابر شد 30 کیلومتر در ساعت. و این اتحاد ما باعث شد که یک سری کارهای اشتغالزایی هم برای افراد غیر و متفرقه به وجود بیاد.